Hello, درود درود oh, There we are روز هشتمه <تصفح> هشتمه امروز هشتمه چالش برو بریم که قراره امروز نه دقیقه دوباره صحبت کنیم راجع به نوت دقیقه امروز که در جهت رسیدن به هدف و آرزو از این صدا کم کنیم امیدوارم هر جایی که هستی خوب باشی و پیروز باشی دیروز عجب کوالیتی و کیفیتی بود ماجرا خیلی واقعا بد بود و اصلا قابل دیدن نبود اونایی که هنوز شنیدن و گوش دادن دمتون گرم نسیم اوت و امیدوارم که این از این به بعد بهتر بشه و این تکنیک تکنیکال رو نداشته بشه چالش سیروزه برو بریم اول یه بار دیگه بگیم واسه چیه هر کسی که هدفی داره آرزویی داره میخواد بهش برسه روزی 90 دقیقه میخواد توی اون مسیر بلا فاصله شروع کنه بدون اینکه پشت گوش انداختن برنامه رو ادامه بده هر روز وقت بگذاره فوکس کنه و به سمت هدفاش آرزوهاش یک ذره نزدیکتر بشه و آخر روز مثل الان 9 دقیقه بیاده و همه به اشتراک بگذاره که همه ببینن چه اتفاقی افتاده اون روزش و چالشش در چه جهتی داره پیش میره چالش من برای برنامه نوروسواقه هست که یک برنامه خیلی سکسی شیکه توی تورنتو که داریم میذاریم 19 مارچ که میخوایم یه کار خیلی بال خفن بکنیم امروز بیشتر از 90 دقیقه روش وقت گذاشتم و میخوام الان باهات یک چیزی رو به اشتراک بگذارم یه چیزی رو که توی این پروسه امروز دوباره لمسش کردم یک کانسپتی یک اصلی رو که میدونستم و امروز دوباره اومد و برام یک چیزایی رو معنی دوشندان زیباتری داد و اون اینه که همه ماها یک جنس زندگی داریم یک لمسی داریم میکنیم زندگیمون رو که بیشتر ما ها هم دوست داریم اینو هی بهتر و بهترش بکنیم درسته ولی ما هیچ کدومون نمیدونیم که این حسی که در این لحظه داریم به زندگی میگیم که اسمش رو میذاریم زندگی از کجا داره نشأت میگیره از کجا شروع شده و از کجا میاد برای اینه که به زمان یه خورده رو عطر بشینم <تص> برای اینه که اه... یک کانسپت بزرگی هست که اینو اتفاقا از اه... مطالبیه که تونی رابینز راجع صحبت میکنه و میگه که زندگی ای رو که ما الان داریم لمس میکنیم و تجربه میکنیم و برامون در هر معنایی که الان وجود داره از دو تا چیز هست که درست میشه و نشأت میگیره یکی از ایموشن هامون و دومیش از مینینگ هامون یعنی معانی که به هر چیزی میدیم و احساساتی که از بای پرادکت این معنی هایی که ما به شرایط میدیم درون ما درست میشن حالا یعنی چی؟ ما راجع به این ماجرا حتما بیشتر بعدا سر فرصت میتونیم صحبت بکنیم ولی امروز من با یکی از کلاینت بودم که داشتیم راجع به اتفاقا همین برنامه نوروز با هم صحبت میکردیم و توی صحبت هم دیدم که این چقدر مرد مرد بزرگیه چقدر پدر خوبی بوده و چقدر زحمت کشیده واسه خانوادهش ولی با این وجود داره خودش رو خیلی از درون میخوره و با استانداردهای با بسیار عجیب و غریبی داره خودش رو نگه میداره که باعث میشه که نتونه از خودش آسایش داشته باشه در ذهنش از خودش آسایش داشته باشه و بتونه زندگی رو بکنه که لیاقتش رو داره و روی سلامتی فیزیکیش داشت به شدت تاثیر میذاشت یکی از چیزهایی که خیلی مهم بود که توجه من رو به خودش جلب کرد این بود که معنی که این دوست من این کانت من داشت به زندگی خودش میداد معنی بود که داشت براش یک حسی رو در اونو خودش درست می الو الو الان صدام رفت صدام نیست الان صدام اومد میبخشید اگر که uh, صدا رفته الان صدامون هست اوکی okay. uh, خب میبخشید اگه صدا رفت الان دوباره صدامون اومد امیدوارم که اوکی okay باشه مرسی الهام جان تنکی سو ماچ به هر حال پوینت من این بود که وقتی که ما داریم یک زندگی رو تجربه میکنیم در هر شرایطی خود ما هستیم که تعیین میکنیم ما میخوایم چطوری در اون لحظه زندگی خودمون رو تجربه بکنیم و تنها جوری که این در روانشناسی و سلف development باهاش برخورد میشه معنیهایی هست که ما به زندگی میدیم وقتی که ما میخوایم یک چیزی رو روش توجهمون رو بگذاریم یک اتفاقی میفته آیا داریم به اون اتفاقی که افتاده معنای یک آغاز رو میدیم یا یک پایان رو میدیم آیا میخوایم بهش معنای یک شروع رو بدیم یا یک میخوایم معنای یک اتمام کار رو بدیم اگر یک کسی میاد به ما میگه امروز دیگه تو از امروز به بعد نمیتونی با ما کار بکنی آیا ما به اون صحبتی که در اون لحظه شنیدیم معنی اینه دادیم که زندگی من تموم شده و دیگه من هیچ ندارم شدم بدبخت شدم یا اینی که میخوایم بهش این معنی رو بدیم که یس بالاخره من منتظر این بودم که زندگی ما یه تغییری بدم با این الان تغییر شروع میشه همه اینها بستگی داره که چه حسی در اون لحظه درون ما وجود میاد و این کلاینت منم امروز از یک حس نگتیوی که خودش داشت با معنی هایی که به زندگیش میداد زندگیشو رو تجربه میکرد ما آوردیمش توی یک محل جدیدی که تونست یک معنی جدیدی به همون زندگی بده که داشت تجربه میکرد و با یک لبخند قشنگ زیبایی تونست اون میتینگ ما رو ترک بکنه بالاخره به 8 دقیقه و 40 ثانیه رسیدیم تا اونا، اونایی که تا الان با ما هستن I love you thank you so much من خیلی خستم آخر شبه ساعت 11 و 40 دقیقه است بریم بخوابیم شما هم اگه هستید برید بخوابید دمتون گرم حتما چالشت رو شروع بکن به آرزوات به سمتشون برو اگه منتظر ساینی بودی از خدا از جهان هستی از هر کسی همین ساین رفیق این دری که منتظرش بودی همینه تق 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 همین دره که داره زده میشه در خونت توی مسیرش راه برو و به سمت آرزوات هر روز 90 دقیقه وقت بذار تا نزدیک تر بشی بعدم بیا روی سوشل میدیا به اشتراک بگذار هشتگ برو بریم رو بگذار برو بریم چالش چالش برو بریم و برنامه نوروسو آقایی هم که داره به سرعت بیلیتاش فروش میره خیلی برنامه خفنیه نگم براتون اونایی که نیومدن و ن... یعنی نمیان واقعا، اگه که نمیتونی ماباشید I feel bad but I hope no matter you are you have a blast and you have the best time the best Noru celebrations we're gonna be killing it to Toronto March 19th, Tuesday اگه هستی حتما بیا دوست ندارم بعدم ویدیو رو ببینی بگی نگفته بودی نمیدونستیم شبت به خیل take care, bye bye